برمیگردم به چهار قسمت اول برنامه رو تموم بکنم. پس اون دفعه بهتون گفتم، گفتم هر یهودی که در جهان بگه من به خدا وصلم، به مسیح وصلم، به یعقوب وصلم، سادات آل یعقوبم، اعتقاد داره که رهبر و پادشاه و امپراتور آینده باید کسی باشه که در عرفان تصوف بشه. هر کسی که در مسیحیت در جهان، هر دین، حتی مهم نمونه کنیم کشور، هر فرقه در مسیحیت در جهان، اگر حق باشه، باور داره که امپراتوری پارس قراره بیاد توسط یک شاهزاده اصیل و باید بچه شهرزایی بشه و باید حتما تیرمانی بشه. داخل کشور من همین جوریه. دعوای صاحبان جدید با تبدیلی ها، چون هنوز آخر مونده که تبدیلی تموم شه، اینه که میگن که طبق آیین و کتاب های ما فردی که قراره بیاد باید گندمون باشه، بچه شهرزای باشه. اگه میخواییم واقعا بچسبیم به امام مهدی، حضرت مهدی، باید این شخصیت در این باشه. بهترین گزینه اینه که کودتا کنیم و این تحویلش بدیم و خیلی به لفمونه. یعنی اون باورمندان اصلی اسلام چسبیدن به عنوان صاحبان جدید، از پشت دارن راهنمایی میکنن که اگر تبدیل رو انجام ندید یک اتفاق خطرناک کشتاری میشه و اون فردی که میاد اون جمله معروفه که آبیزون میکنه. اما هر چیزی میتونه عوض بشه. من نتیجه حرف اینه که توی این چند برنامه اینه که یک هرم امام زمانی و یک هرم آخر زمانی وجود داره که تمام جهان بر این مبنا در برنامه های حکم امسا صورت دیگر از گفتن دارن پدافند دفاعی و حمله خود رو در نقشه سیاسیشون میکشن. مبنا همون مبناست. بدرود.